سلام دوستان گلم، میخوام براتون کلوچه فومن درست کنم. آرد 500 گرم، شیر 50 گرم، ماست 50 گرم، کره 60 گرم، تخم مرغ 2 عدد، مایه خمیر 1 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، آب 50 گرم. این مال خمیر. گردو 200 گرم، آرد 2 قاشق غذاخوری، کره 2 قاشق غذاخوری، شکر 50 گرم، پودر هل 1 قاشق چایخوری، پودر دارچین 2 قاشق چایخوری، جوز هندی 1 عدد. اینم مواد میانی کلوچه. پنجاه گرم آب گرم دارم، مایه خمیر رو بهش اضافه میکنم و از این 50 گرم شکری که دارم یه مقدار خیلی کم اینجا اضافه میکنم و یه مقدار همش میزنم که خوب مخلوط بشه. میذارم 10 دقیقه بمونه. 500 گرم آرد رو الگ کردم. من از آرد معمولی استفاده میکنم مثل همیشه. 1 قاشق چایخوری نمک دارم، اینو اضافه میکنم و همینطور بیکینگ پودر به همون اندازه. دو عدد زرده تخم مرغ دارم که 1 عدد زردش رو جدا کردم واسه روی این کلوچه. پنجاه گرم ماست، شیر و کره رو با هم دیگه مقدار آبش کردم. مایه خمیر رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار خیلی کم آرد بهش اضافه میکنم. ظاهرا یه مقداری خمیرم شل شده. برای شما ممکنه پیش بیاد هر وقتی که خمیرتون شل شد میتونید یه مقدار خیلی کم آرد بهش اضافه کنید و اگر خمیرتون خیلی سفت بود شیر بهش اضافه کنید. کمی دیگه دوباره تقریبا 20 گرم آرد دوباره بهش اضافه کردم. چون همیشه گفتم دیگه آرد ها با هم فرق دارن، یه وقتی به آب کمی نیاز داره یه وقتایی هم به آب یا همون شیر بیشتری نیاز داره. خمیر رو ببینید کم کم داره جمع میشه، اما من مثل همیشه اون 5 دقیقه رو بایستی ورزش بدم. خب دیگه مثل همیشه میذارم 1 ساعت خمیرم استراحت کنه. 2 قاشق کره و 2 قاشق آرد هستش که اینو یه مقدار تفتش میدم.
در همین حد که شد کافی هستش. دیگه از رو حرارت برش میدارم، میذارم خنک بشه. 200 گرم گردو داشتم، چرخش کردم با نصف از جوز اندی، چون که یه دونش خیلی زیاد میشد. اول رندش کردم، بعد مخلوط گردو چرخش کردم. دارچینو اضافه میکنم، پودر هلو اضافه میکنم، شکر رو اضافه میکنم و اینا رو خوب مخلوطش میکنم. خب مواد میانی کلوچمون یه همچین خمیری باستی به دست بیاد. اگر این مواد میانی به این شکل جمع نشه، خمیری مانند نباشه، زمانی که میذاریم وسط خمیرمون داخل کلوچه ها پخش میشه، میریزه، خوب وای نمیسته اون داخل اون وسط. ببینید خمیرم در مدت 1 ساعت چقدر قشنگ برآمده. یک کم آرد بهش اضافه میکنم. یک کم آرد ریختم رو میز کارم و خمیر رو روش پهن میکنم. با یه همچین چیزی خمیرتون رو فرم بدید، برش بدید. از این موادی که آماده کردیم یکی یه قاشق داخل خمیر میریزم و خمیر رو دوباره جمعش میکنم به این شکل. من کوچیک کوچیک دوست دارم درست میکنم. شما میتونید سایز کلوچهاتون رو بزرگتر بگیرید، بزرگتر درست کنید. من مهر خود این مخصوص کلوچه ها رو ندارم، مجبورم از یه چیزایی استفاده کنم دیگه، حالا مثل در بطری، در شیشه، چه میدونم در قیف، از اینا من استفاده میکنم واسه فرم دادن این کلوچه. زمانی که کلوچهاتون رو همه رو اینطوری آماده کردید، با یه چاقوی چنگال چیزی یه چند تا سوراخ ایجاد کنید که خیلی پف نکنه، چون که هم خمیر مایه داره هم بیکینگ پودر داره باد میکنه. فرو من از 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. زمانی که کلوچه ها رو میبرم میذارم داخل فر، درجه فر رو میارم رو 150، مدت پختش 15 دقیقه هستش. طبقه وسط فر قرار میدم، بالا و پایین فر رو روشن میکنم، یعنی فر من 15 دقیقه میپزه این کلوچه رو. دیگه شما قلق فرتون رو بایستی بدونید. یک عدد زرده تخم مرغ که داشتم با یه قاشق شیر و یه قاشق زعفران آب شده مخلوط کردم و میمالم روی کلوچه ها. من وسط کلوچه ها یه مقدار سیاه دونه میزنم و روشم کنجد.
آماده است که بره داخل فر، طبقه وسط. دوستان نازنینم، اینم کلوچه ها آماده شدن. امیدوارم که خوشتون بیاد، شما درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.